خانم آقایان سلام، من رضا بیانپور هستم، تمریکا و کارشناس تادیه موبایل. امروز با یک کالبد شکافی دیگه سامسونگ A73 5G در خدمت شما هستیم. در کنار من مهرداد عیسی‌آلو دبیر فناوری زومیت هم حضور داره تا بتونیم که به صورت دیتیل تمام محتویات و سخت افزار دستگاه رو بررسی کنیم. مهرداد خیلی خوش اومدید. سلام، خوبین آقا رضا؟ قربان شما، من در خدمت. خب یه A73 داریم که روشن هستش، دستگاه رو من خاموش می‌کنم و شروع می‌کنم که کارش رو انجام دادن. برای باز کردن همونجوری که میدونید باید روی پد حرارتی دستگاه رو قرار بدیم تا در پشت دستگاه یه وقتی موقعی باز کردن نشکنه. ما قبلا تقریبا این کار انجام دادیم، در الان حرارت لازم رو خورده و آماده است که من بازش کنم. آرزا شما اینو میخواین حرارت بدین از این هیترهایی که به صورت این سشوار عمل میکنه استفاده میکنی یا از یه پد حرارتی؟ پد حرارتی بهترین امکان رو داره، چون سشورای صنعتی درجه روشون وقتی ممکنه تغییر بکنه، ولی پدهای حرارتی معمولا درجه حرارت ثابتی دارن و شما بهتره که از اون استفاده بکنید. مثلا آسیب هم بزنه به 100%؟ بله، اگه درجه حرارت رو سشوار صنعتی زیاد باشه میتونه که در پشت رو دفرمه کنه. درست. خب نکته باز کردن برای بچه که میخوام باز بکنم برای اولین بار این که این فلت آنتن رو باید مواظبش باشن که این فلت یه وقتی بلند نشه و موقع باز کردن پاره نشه. این فلت آنتنی هستش که در حقیقت پایین و بالای دستگاه رو به هم وصل میکنه. من شروع میکنم پیچ ها رو باز کردن. توی اندروید دوستان در جریان باشید که پیچ هامون تو بیشتر گوشی ها اندازش یکیه، یعنی چه پیچ‌های بالا چه پیچ‌های پایین دستگاه اندازه‌هاشون یکی هستش و اگه یه وقتی شما ندونید پیچو کجا ببندید خیلی مشکلی براتون ایجاد نمی‌کنه، ولی توی آیفون قطعاً پیچ‌ها اندازه‌هاش خیلی جا با هم فرق می‌کنه. فکر کنم مدل پیچ‌هاش هم فرق می‌کنه آیفون. بله دقیقاً. دقیقاً سری پیچ‌ها فرق می‌کنه. یه سری پیچ‌ها اونجا ما سپر داریم، پیچ‌هایی داریم که تقریباً روشون خالی هست و روش یه پیچ دیگه بسته میشه، ولی تو اندروید توی اکثر مدل های همچین چیز حالتی ندارد. دقیقا. این که شما اول سابورد دستگاه که من دارم باز میکنم و باز کنید یا قسمت بالا که مربوط به مادربورد و قسمت اصلی دستگاه میشه خیلی تفاوت آنچنانی با همدیگه نمی کنه. برای اینکه بخوایم دستگاه رو تیر دانش بکنیم مجبوریم که هر دوتا رو به یک شکل بازش کنیم. حالا قبل از اینکه این مراحل مادربورد اینا رو انجام بدیم آیا نیاز هست که ابتدا باتری رو از مدار خارج بکنیم؟ 100%. شما موقعی که میخواین اولین کاری که ما انجام میدیم و همیشه به بچه‌هایی که کار باز و بست انجام میدن میگیم اولین مرحله باتری رو میکشیم، آخرین مرحله باتری رو دوباره جا میزنیم. یعنی بهترین حالت همین هستش. پد پلاستیکی رو خارج کنم. خب اولین کاری که میکنم باتری رو جدا میکنم. اوکی دیگه دقیقاً هیچ اتفاق عجیب غریبی واسش نیفته. بعد مدار آنتن رو جدا میکنم. بازش این کابل بسیار نازکی که میبینید مربوط به آنتن دهی شما هست. ما هم توی اندروید هم توی آیفون تقریباً یه بخشی از آنتنمون از بدنه گرفته میشه، یعنی این فلت کارش در حقیقت این هستش که تقویت آنتن بکنه، ولی قسمت پایین به خاطر نوع فلزی که داره چه بالا چه قسمت، این قسمت هم که مشاهده میکنید بیشتر مربوط به اتصالاتی هستش که میتونه در تقویت وایرلس و آنتن ما مثلا ثمر باشه. کابل که مادربورد و قسمت سابورد رو جدا میکنه رو از هم جدا میکنم. کابلایی که قسمت ساب خورده رو قسمت پایین میخورن، اونی که روش مین نوشته رو قسمت مین بورد دستگاه وصل میشن. اگه وقتی اینو جدا کردیم کابل در حقیقت هم پنل رو وصل میکنه به مین بورد، هم آنتن رو دیگه. دقیقاً. کابل هم که خودش به این شکل هستش که این کابل ها یه خوبی دارن یه بدی دارن. بدیش اینه که اگه یه زمانی ضربه‌ای به پشت دستگاه شدید وارد بشه کابل میتونه خودش قطع بشه، به خاطر که خیلی نازک هست و فلت خیلی نازکی هست. ارتباط LCD با مادربورد یا ارتباط ساپورت با مادربورد قطع بشه، ولی تو بعضی مدل ها ما داریم که دو تا کابل دارن، یعنی یه کابل مستقیم از دقیقاً اون شاید یه خورده از نظر تعمیراتی بهتر باشه. قبلش دوربین سلفی رو جدا بکنم. دوربین سلفی دستگاه. دوربین سلفی A73 یه موجود 32 مگاپیکسلیه که در اصل از فیلتر رنگی کواد بیر استفاده میکنه.
یعنی چی؟ یعنی هر 4 تا پیکسل مجاور یه رنگو میگیرن و در حقیقت تصویری که ثبت میشه 8 مگاپیکسلیه. البته خود سامسونگ حالا در یک حضور ذهن ندارم در مورد A73 معمولا این عکس رو دوباره آپسکیل میکنه 12 مگاپیکسلی ضبط سیوش میکنه روی گوشی. اون سوزانه رو فقط اگه به من بدید. کام مرحله اول باید اون چیزا رو سینی سیم کارت رو در میآوردیم نه؟ بله بله. قسمت کامل مادربورد دستگاه و دوربین هایی که روش هست که دوربین اصلی دستگاه میشه که شما فکر کنم توضیحات جدید بدید. از تو هم خدمت که این ماژول بزرگه در حقیقت ماژول HM6 سامسونگه، یه ماژول 108 مگاپیکسلیه. اگه اینو جا به جا بکنیم مشخصه که لنز یه لرزشگیر اپتیکال هم داره. بله کاملا. که چیز رو قراره که با جابجا شدن یه جورایی حرکت دست کاربر رو خونسا بکنه و عکس واضح‌تری ثبت بشه. این سنسور از کنم خدمتتون که ماژولش فیلتر رنگیش نوناسله. نوناسل البته یه عبارت تجاری که سامسونگ استفاده میکنه برای اینکه آقا فیلتر رنگیمون هر 9 تا پیکسل رو یک رنگ میبینه، برخلاف مانیتور و پنل و این داستانا پیکسل توی چیز به خودی خود رنگ نداره. پیکسل دوربین فیلتر رنگیه که رنگ رو به چیز میبخشه به حسگره. پس درنه که گوشی به صورت پیشفرض عکس ها رو 12 مگاپیکسلی ذخیره میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر 9 تا پیکسل کنار همن و یک پیکسل بزرگ رو تشکیل میدن که نتیجهش این باشه که آقا چون این پیکسل بزرگه نور بیشتری جذب میکنه و در نهایت عکس روشن‌تری رو به خصوص توی تاریکی میتونه بگیره. و اینکه ماژول دو تا ماژول دیگه هم داریم، اینکه فکر کنم برای دوربین سلفی میدش. آره آره این سلفی بود. این دو تا ماژول، ماژول 5 مگاپیکسلی که برای عمق سنجیه، برای عکس‌های پورتره. شما عکس پورتره که می‌خواید بگیرین اون پس زمینه باید محو بشه دیگه. بله. این از این ماژول کمک گرفته میشه. این ماژول عکاسی نمیکنه، این ماژول صرفا عمق رو تشخیص میده تا اون افکت بوکه اصطلاحاً به صورت نرم افزاری پیاده بشه روی عکس. یه ماژول دیگه هم داریم برای ماکرو، برای عکاسی 5 مگاپیکسلی، برای عکاسی از سوژه‌های نزدیکه. این یکی ماژول که اینجا هم داریم 12 مگاپیکسلی اولترا واید. معمولا ماژول های اولترا واید لرزشگیر اپتیکال ندارن، توی بعضی از گوشی های پرچمدار فوکس خودکار دارن که ازش برای عکاسی ماکرو استفاده میشه، که متاسفانه توی گوشی های میان رده و پایین رده این قابلیت وجود نداره. برای همین هم یه ماژول ماکرو مجزا میذارن روی گوشی. بسیار عالی. توضیحات کامل مهرداد رو شنیدیم درباره دوربین های A73. اما درباره خود مادربرد دستگاه بخوام صحبت بکنم، در قسمت پشت ما تراشه و فضای ذخیره سازی رو داریم که مهرداد یه توضیحاتی هم درباره اینو بده. ببین تراشه این گوشی اسنپدراگون 778 جی، این تراشه در حقیقت یه نسخه بهینه شده از 780. 780 رو خود سامسونگ تولید می‌کرد و 5 نانومتری بود، ولی از اونجا که خود مشکل ساز این لیتوگرافی سامسونگ، در نهایت کوالکام تصمیم گرفت که این تراشه رو بسپاره به TSMC و تولیدش بکنه. اومد از 780 یک شاخه انشاب ایجاد کرد، 778G روی لیتوگرافی 6 نانومتری TSMC و ارسام 6 نانومتر، خود 6 نانومتر هم که در حقیقت یک نسخه بهینه شده است لیتوگرافی 7 نانومتری TSMC. این تراشه یکی از بهترین تراشه‌های میان رده‌ایه که ما الان توی گوشی‌های بازار داریم، تو اکثر کاربری‌ها کاملا جوابگو است. بسیار عالی، ممنونم ازت. و قسمت پشت دستگاه قسمت سوکت‌های دوربین رو داریم و سنسور مجاورتی که زمانی که شما صحبت می‌کنید سفر رو تاریک می‌کنه که
صورتتون به صفحه میخوره میوت نشه یا شماره نگیره. اما قسمت روی مادربورد رو بخوایم در نظر بگیریم و درباره صحبت بکنیم، ما فلش دستگاه رو داریم، باز سوکت‌های دوربین سلفی و دوربین پشت رو داریم، قسمت کانکتور رو داریم که این کابل در حقیقت رابطمون روی این انجام میشه، سوکت باتری رو داریم و معمولاً در دستگاه‌هایی که به این شکل هستن که تراشه و فضای ذخیره‌سازی پشت مادربورد باشن، ما روی مادربورد قسمت پاور رو داریم که آی سی در حقیقت برق شما هست و در این قسمت هم جاهایی که اصولاً به کابل‌های آنتن نزدیک هستیم وایرلس و بیسبند شما رو داریم که مربوط به قسمت آنتندهی دستگاه هستش. اگه بخوایم یه همون صحبتی که اوایل صحبتم کردم، این کانکتورهایی که دقت بفرمایید اینجا هستن مربوط به تقویت وایرلس و آنتن شما میشن. خیلی از برندها مثل اپل، مثل سامسونگ، مثل شیائومی، مثل هواوی، اینها برای اینکه تقویت بکنن از بدن آنتن رو میگیرن. یعنی یه زمانی که دستگاه شما ضربه بخوره این کانکتورها بشکنن که بسیار شکننده هم هستن، ممکنه که ضعف در آنتن دهی و وایرلس داشته باشید. آرزا، این تراشه و حالا ماژول فضای ذخیره سازی اینا رو میشه تعویضشون کرد؟ تراشه و فضای ذخیره سازی ما فقط فضای ذخیره سازی مقابل تعویض هست و شما میتونید اگه یه زمانی از بین رفت عوضش بکنید، ولی تراشه منحصر به فرد و متاسفانه تعویض نمیشه، نه روی اندروید نه روی آیفون، هیچ کدومشون امکان پذیر نیستش. اما زیر این شیل اگه بخواید شما این شیل رو بلند کنین، یک صفحه هست که تقریبا حرارت رو میگیره و منتقل میکنه به کل بورد که صدمه نخوره. برای برداشتنش باید این پد رو، یعنی این صفحه مشکی رنگ رو بلند کنید با حرارت استاندارد که از زیر تراشه و فضای ذخیره سازیمون صدمه نخوره، این شیل های آهنی رو بلند کنیم تا دسترسی داشته باشیم به اون در حقیقت آی سی ها و اون تراشه و فضای ذخیره سازی که زیر شیل هست. روش هم به همین صورت فرق نمیکنه، برای بلند کردن این دو تا شیل بایستی که حرارت لازم رو روش منتقل بکنید و این شیلت ها رو بلند کنید تا به آی سی که زیر هست دسترسی داشته باشیم برای تعمیر. اگه زمانی وایرلسمون آنتنمون مشکل داره، باید که این شیلت رو بلند کنیم و بقیه قضایی اینجا هست و تکنسیان اون کارش رو انجام بده. اما بریم درباره باقی دستگاه صحبت کنیم. درباره باتری هم اگه اطلاعات خوبی داری به ما بده. باتری A7500 میلی آمپر ساعتیه، شارژ سیمی تا 25 وات رو هم ساپورت میکنه، اتفاقا شارژدهی خیلی خوبی هم داره. توی بررسی های ما حدود 11 ساعت شارژدهی رو تجربه کردیم باش. کلا من فکر میکنم باتری که بالای 5000 یا 5200 میلی آمپر بشن شارژ خوبی آره. اما در ادامه تو کامنت ها بچه ها نوشته بودن که چرا باتری جدا نمیکنید. اول اینکه جدا کردن باتری خیلی چیز خاص عجیب غریبی نیست. شما یه مقداری اگه الکل سفید یا تینر که تعمیرکارا معمولا ازش استفاده میکنن زیر باتری بزنید، با یه کارت بانکی که استفاده نمیکنید یا با همین فیلمای رادیولوژی خیلی راحت میتونید باتری رو بلند کنید. منتها چون زیر باتری چیز خاصی نیست، ما دیگه اون رو بلند نمیکنیم که به شما نشون بدیم زیرش چی است، فقط درباره خود باتری صحبت میکنیم. اینم علتی این که دوستان تو کامنت ها پرسیده بودن. اما درباره پنل دستگاه میخوایم صحبت بکنیم، دو مدل پنل هست برای تمام بیشتر اندروید ها در حقیقت. یک باف فریم که به صورت کامل هست که اورجینال خود سامسونگ هست و تو بازار هم بهش میگن که با فریم و بدون فریم. یکی از علتایی که ما نمیشکافیم این هستش که حالا شاید در برنامه آتی این کار انجام بدیم، LCD هم براتون باز کنیم زیر LCD شما ببینیم که چه اتفاقایی ممکنه بیفته اگه آب یا ضربه بخوره LCD، ولی فعلا این چون به صورت فریم با، یعنی با فریم هستش، ما دیگه بلند نمی کنیم LCD رو. فقط همین توضیح هم خواستم بهتون بدم که این علتش چی هستش. یه بالا بحث فریم و چیز که شد پنل که شد، من یه توضیح بدم. بله. خیلی از گوشی های اندروید میان رده ها و پایین رده ها که ما بررسی میکنیم توی متنمون توی ویدیو هامون میگیم که فریم پلاستیکیه. فریم در حقیقت چیز، منظور ما چیزیه که این دور تا دور گوشیه و کاربر داره لمسش میکنه، ولی در عمل یک شاسی فکر کنم چدنیه دیگه. بله. یک شاسی چدنی هست، ببین توی A73 هم اینو داریم میبینیم که کل قطعات روش سوار شده. ما داریم در مورد دور تا دور گوشی صحبت میکنیم، در این مورد هم باز A73 اینجوریه دقیقا، دور تا دور گوشی پلاستیکیه، شاسی چدنیه و چون پیرو صحبت های آرزا در مورد آنتن دهی و اینها دارم میگم، چون گوشی دور تا دورش پلاستیکیه دیگه این نوار آنتن رو ما نمیبینیم توی گوشی،
توی گوشی‌های گران قیمت که فریم هم فلزیه چند تا نوار وجود داره که آنتن دهی به مشکل نخوره. خدمت شما عزیزم. خب یه نکته‌ای هم من بگم دوستان، خیلی وقتا مثلا مواردی پیش اومده که تعمیرکارها فریم رو عوض کردن برای مشتریشون یا حالا کسی که مراجعه کرده بهشون، دوستان گفتن که آقا این عدد رقم‌ها چیه روش نوشین و این نمیدونم مال یکی دیگه بوده شما به ما دادین. و من یه توضیح بدم، این مهرا، این عدد و رقم‌هایی که اینجا نوشته میشه مربوط به خود سامسونگه و هر کدومش یه کد داره که خود سامسونگ یا خود شرکت‌های تولید کننده، شما اینو تو شیائومی تو هواوی هم می‌بینید که خودشون فقط تو بخش کیوسیشون میدونن که این عددها و این کدها مربوط به چی هست. اینکه یه تعمیرکاری بهش اطمینان دارید و مراجعه میکنید براتون یه فریم اورجینال شرکتی تعویض میکنه، رو اون هم همه اینا هست. لذا خواستم بگم خورده به این داستان نگیرید. قطعا وقتی به شما میگن که دستگاه LCD یا فریمش اورجینال هست، قطعا براتون اورجینال عوض این حالا این تیک ها، این اعداد و ارقام بیشتر فکر کنم برمیگرده هم دو که آقای رضام گفتن بخش QC یا کنترل کیفی سامسونگ که دونه دونه ماژولا رو دارن چک میکنن. اگه دقت کنید یه دونه تیک هم اینجا داریم میبینیم. بله. یه دونه دونه ماژولا رو چک میکنن، این درست کار میکنه، پس تیک خورد بره مرحله بعدی. دقیقاً. اما از فریم چیزی که باقی میمونه قسمت پایینش هست که بخوایم درباره صحبت کنیم، یا همون ساپورت معروف. اولین چیزی که در قسمت پایین یا ساپورت دستگاه جلب توجه میکنه سنسور فینگرپرینت یا اون سنسوری هست که اثر انگشت شما رو اسکن میکنه و قفل دستگاه رو باز میکنه. این حسگره حالا اینجا که داریم میبینیم پایین قرار گرفته، توی دستگاهی که پنلشون اولده شرکت ها این امکان رو دارن که حسگر رو بذارن زیر پنل، اسکر رو بذارن زیر پنل و حالا با تابش نور یا با یه پرتوی اثر انگشت کاربر رو سنس بکنه و حالا گوشی رو باز بکنه، رجیستر بکنه در حقیقت اسکر اثر انگشت کاربر رو. اما این قضیه توی پنل های LCD امکان پذیر نیست. توی پنل های LCD نمیتونن بذارن اسکر اثر انگشت رو زیر پنل، برای همین توی گوشی‌هایی که پنلشون LCDه حالا یا کنار فریم قرارش میدن یا قدیم پشت دستگاه قرار میدادن حسگر اثر انگشت رو. این رو خواستم تکمیل بکنم در جهت صحبتمون. خب فینگرپرینت رو جدا میکنیم. یه نکته و خبر خوب این هستش که اگه یه زمانی دستگاه شما از رو ضربه بخوره، امکانی که فینگرپرینتتون از بین بره دیگه باید خیلی بدشانس باشین، به خاطر اینکه تقریبا یک محافظ خیلی خوبی داره. اگه من بخوام اینجا رو ببینیم که اگه ضربه از این قسمت بخواد بهش وارد بشه خیلی طول میکشه برسه، من که دیگه شما خیلی بدشانس باشین از یه جایی دقیقاً ضربه بخوره که بخواد این سنسور از بین بره. اما در نهایت میرسیم به ساپورت دستگاه که ساپورت رو هم بخوایم جدا بکنیم و یه توضیحی دربارش بدیم. خب روی ساپورت ما یه سری چیزای یعنی دو تا چیز خیلی مهم داریم. یکی قسمت سوکت شارژ هست که کابل تایپ سی شما به این قسمت وصل میشه و مربوط به قسمت شارژ دستگاهتون میشه که با همون فلتی که رابطه بین ساب و مادربرد هست انتقال پیدا میکنه روی برد و این کار انجام میشه. پورت اگه خراب بشه تو این مورد میشه تعویضش؟ بله 100%. این مورد اگه آب بخوره، ضربه بخوره یا هر اتفاقی واسش بیفته قابل تعویض به راحتی. و روش یه قسمت میکروفون هم ما داریم که مربوط به صحبت کردنمون هست و قسمت آنتن رو روش داریم که اگه هر اتفاقی براش افتاد به راحتی تعویض میشه و توی یکی دو تا از این گوشی ها حضور ذهن ندارم، دیده بودم که این پورت شارژ جدا بود از این ساب برده. بله. جدا بود با یه کابلی وصل میشد. توی شیائومی چند مدل هست که به این شکل هستش؟ درست کاملا دارین درست میفهمید. خب اینم یه قسمت کلی دستگاه هست. ما دستگاه رو تقریبا همه چیشو بررسی کردیم به صورت کامل. یه قسمت دیگه ای هم که روی دستگاه جامون قسمت ویبره هستش که موتور ویبره هستش که برای اینکه حالا شما سایلنت بخواید بکنید و ویبره بزنید دستگاهتون میتونید که سیو کنید. اینم قابل تعویض. از این ماژول برای یه چیز هم استفاده میشه، این بازخورد لامسه ای دستگاه. وقتی مثلا تایپ میکنین دستگاه میلرزه، همین سمی موتور ویبره استفاده میشه. و یکی از عواملی که دستگاه های ارزون قیمت و میان رده رو از پرچم‌دار جدا میکنه کیفیت پیاده سازی این بازخورد لامسه ایه.
توی گوشی‌های ارزون قیمت معمولاً کل بدنه به یه حالت ناخوشایندی می‌لرزه، ولی توی دستگاه‌های گرون قیمت خیلی ظریف و خوشایند. خب دستگاه رو تقریباً که دیگه همه چیش رو باز کردیم به صورت کامل، حالا می‌خوایم مجدداً دستگاه رو ببندیم و روشنش کنیم. دستگاه رو کامل بستیم، دستگاه داره میاد بالا و آماده است که بشه ازش استفاده کرد. این هم قابل توجه دوستانی که تو کامنت ها نوشته بودن که شما وقتی دستگاه رو اینجوری باز میکنید دستگاه امکانه روشن بشه، خواستیم بگیم که چرا دستگاه دوباره روشن میشه. اما درباره نکات فنی و ضربه پذیری دستگاه یا آبخوردگی دستگاه بخوایم توضیح بدیم، همونجوری که دیدید توی ویدیو اندروید از دو قسمت تشکیل میشه، قسمت پایین یعنی ساپورت دستگاه و قسمت بالا مادربرد دستگاه. ضربه و آب تو همه حالتی میتونه دستگاهتون رو دچار مشکل بکنه، اما توی این دستگاه هم قسمت پایین که ساپورت ماست، اگه دستتون خیس باشه بخواید به شارژ بزنید و اگه دستتون خیس باشه بخواید قسمت سیم کارت تری رو یا سیم کارتتون رو وارد دستگاه بکنید، دستگاه دچار معضلات و مشکلات مختلفی میتونه باشه. همونجوری هم که دیدین ضربه پذیری میتونه که فلت رابطه بین مادربرد و ساپورت رو از بین ببره و آب هم که اگه نفوذ بکنه زیر دستگاه که خب کلا سامسونگ البته یه ادعایی داره، میگه که الان توی گلکسی 73 گواهی IP67 رو گرفته براش. گواهی IP67 چی میگه؟ یعنی شما نه اینکه مثلا چیزو باز بکنی سینی سیم کارتو در بیاری اینا بعد گوشی رو بندازی تو آب مشکل پیش نیاد، نه اینجوری نیست. گوشی حالا در حالت عادی که دارین ازش استفاده میکنین روی کاغذ میتونه تا 30 دقیقه توی عمق 1 متری آب فشار آب رو تحمل بکنه. حالا ممکنه این وسط گوشی از قبل یه ضربه‌ای دیده باشه یا آسیبی خورده باشه که موقع انداختن گوشی تو آب این مزید بر علت بشه و گوشی کلن از کار بیفته. 100%. حالا در تکمیل حرفای مهرداد من یه نکته بهتون بگم، اگه گوشیتون ضد آب هست یا کلن حساس و مقاوم به آب هست، اگه آب جوری توش نفوذ کنه که مراجعه کنید به شرکت‌های گارانتی، حتی خود سامسونگ هم نمیپذیره این داستان رو. پس این حرف ما رو بهش تکیه نکنید، یه وقتی گوشیشون رو نبرن تو آب بگن آقا شما گفتین که این اتفاق داره میافته. خیلی ممنون که با ما تا انتهای این ویدیو همراه بودید. با زوم لب من و مهرداد عزیز و بقیه بچه‌هایی که زحمت می‌کشن ویدیو تهیه می‌کنن تا انتها همراه بودید. خیلی ممنونم که لایک و کامنت برام می‌ذارین، کانال ما رو سابسکرایب می‌کنید و ویدیوهای ما رو می‌بینید. A73 5G رو کالبوت چکافی کردیم، یکی از گوشی‌ها بود که تو کامنت‌ها زیاد خواسته بودین که این کارو انجام بدین. مرسی مهرداد که با من همراه بودی. اگه نکته چیزی هست صحبت تا جایی که یادم میاد همه چی رو شاد کرد. مرسی، خیلی ممنون. خدا. We'll be right back.